به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام 6 تا راهی رو بهتون بگم که باعث میشه دیگران به ما احترام بذارن. خیلی وقتا من میبینم خیلیا ناراحت هستن، گله میکنن که چرا بقیه بهشون احترام نمیذارن. خب مسلمه که یه سری ویژگی ها رو رعایت نمیکنن. حالا من توی این ویدیو حتما این 6 تا مورد رو بهتون میگم، مطمئنم که خیلی بهتون کمک میکنه. با من همراه باشین. شماره 1، ببینید، همونجوری که از اسم فیلم هم مشخصه، ما باید اول به خودمون احترام بذاریم. یعنی چی؟ اول از همه ما باید یه کنترلی از ذهن خودمون و خواسته های خودمون داشته باشیم. یعنی ببینیم که چه چیزهایی برامون اولویته، چه چیزهایی برامون اولویت نیست، چه چیزهایی بیشتر ما رو خوشحال میکنه و چه چیزهایی ما رو خوشحال نمیکنه، یا کمتر خوشحال میکنه، یا اصلا ما رو ناراحت میکنه. وقتی که ما به این موضوع آگاه باشیم، مسلما برای بقیه زندگیمون تصمیمای بهتری میگیریم. یعنی لازم نیست همه جا مثلا به ما میگن بیا بریم، ما حتما بگیم آره میایم، وقتی که میدونیم خوشحال نیستیم، میدونیم که اونجا ناراحت هستیم. همین نگفتنه که یاد بگیریم، یعنی قشنگ متوجه باشیم که خوشحالی ما چیه. اگر میبینیم اون پیشنهادی که به ما دارن میدن، اون جایی که میخوان ما بریم، اون آدمایی که اونجا هستن و میخوان ما اونا رو ببینیم، اگر خوشحالمون نمیکنه، حالمون رو خوب نمیکنه، راحت میتونیم یه نه بگیم و اونجا نریم. لازم نیست که نگران این باشیم که بقیه رو راضی کنیم تا بریم. وقتی خودمون ناراحت هستیم، برای چی باید بریم؟ و همین آگاهی باعث میشه که تو نگفتن رو بهتر یاد بگیری. و حتی یه مثال دیگه، یه سبک دیگه من براتون مثال میزنم. مثلا شما میری نون بخری، حالا به شما میخوای دو تا نون بخری، یه نونو خشک میده، یه نونو اصلا نصفه میده، یه نون میبینی اون چیزی که میخوای نیست. خیلی راحت بگو آقا، مثلا آقای محترم، خانم محترم، من دو تا نون میخواستم، یه نون اصلا پخته نیست، نمیدونم خشک، خراب، هر چی. حالا این مثال بود. قشنگ حرفتو بزن. خیلی وقت ما حرفا رو نمیزنیم چون خوشحالی خودمون رو مد نظر قرار نمیدیم. اصلا بعضی وقتا فکر کن که اگر این کارو بکنی خودتو خوشحال میکنی. لازم نیست با بحث و اینا این حرفا رو بزنی، با مهربونی این حرفو بزن و اون چیزی که دوست داری رو به دست بیار. شماره 2، برای خودت حد و مرز مشخص کن. ببینید، من دو تا مثال میزنم، قشنگ با مثال این قضیه رو براتون جا میندازم. مثال اول این که خیلی وقتها ما میریم توی سری جمع‌ها و اون جمع ها بدونه که ما باشون اجازه بدیم، انواع و اقسام شوخی های بد با ما میکنن، اصلا ما رو مسخره میکنن، یا هر شوخی که حالا فکرشو بکنید، و ما راحت نیستیم با این قضیه. ببینید، یه سری هستن با هم راحت شدن شوخی میکنن، اما اگر ما مثلا تازه رفتیم توی جمعی و دوست نداریم که با همون اینجوری برخورد بشه، این شوخی ها رو با ما میکنن. همونجا ما باید حد و مرز خودمون رو مشخص کنیم، قشنگ خیلی محکم و بدون اینکه حالا با الفاظ زشت یا چیزی بگیم که آقا مثلا فلانی، من خوشم نمیاد شما با من همچین شوخیایی میکنید. یه بار که بگی، دفعه بعد دیگه تکرار نمیکنن. اگرم تکرار کردن، تو میفهمی که دیگه نباید تو اون جمع ها بری. یا مثال دوم مثلا میگم، دوستات میان خونتون، میان خونه شما. خب شما مثلا دوست نداری که وقتی دوستات میان مثلا به هم بریزن اونجا را، یا پاشو بذاره رو میز مثلا طرف، یا مثلا بره توی یخچال تو ببینه چی داری. یه سری قوانین مخصوص خونه خودتو داری دیگه، و راحت هم نیستی کسی این کارو بکنه. وقتی که میبینی همچین اعمالی رو انجام میدن، خیلی راحت میگی که مثلا من دوست ندارم شما این کارا رو بکنی، اینجا خونه منه، قوانین منه. لازم هم نیست که با بی احترامی این حرفا رو بزنی، خیلی راحت این حرفا رو میزنی. و باز هم دارم میگم، اگر دفعه بعد تکرار شد، میدونی که اصلا دیگه نباید با این افراد ارتباط داشته باشی. شماره 3، لازم نیست که همیشه خوب باشید. باز هم من براتون دو تا مثال میزنم که قشنگ قضیه رو جا بندازم. ببینید، بعضی روزها اصلا آدم حالش خوب نیست به هر دلیلی. لازم نیست دیگه به زور لبخند رو لبت باشه. حالا این جمله که میگن همیشه سعی کن به زورم شده بخندی، چیز خوبی هست، اما نه اینکه میبینی اذیت داری میشی، حالت بده، بخوای به زور بخندی. لازم نیست. اصلا بعضی وقتا خیلی خوبه که آدم این حس بدش رو درک کنه، این حس بدش رو بپذیره. همین که بپذیری، خیلی احساس بهتری داری. چرا؟ چون میفهمی که تو یه انسانی، همونجوری که احساسات خوب داری، همونجوری که بعضی وقتا خوشحال و شاد هستی، حق داری که بعضی وقتا ناراحت باشی، حق داری که اصلا بعضی وقتا بشینی واسه خودت یه گوشه فکر و خیال کنی. همه اینا حق توه. این مثال اول که بدونیم لازم نیست ما همیشه بخندیم، همیشه خوب باشیم. و مثال دوم، بعضی وقتا لازم هم نیست که برای رضایت بقیه خیلی کارا رو بکنیم. آقا امروز حالم خوب نیست، قرار نیست که حال دوستام دارم میرم بیرون و به من گفتن بیا من حتما برم.
چرا؟ حالا من بهتون میگم، دلیلش اینه که اولا که بری اونجا هم حال اونا رو بد میکنی، همین که خودت حس خوبی نداری. قشنگ به خودت یه مدت استراحت بده، مثلا بعضی وقت حالت بده مثلا اون روز اصلا استراحت فکری کن، جایی نرو. مطمئن باش دفعه بعد که با دوستات بری بیرون، مطمئن باش دفعه بعد که اصلا بیرون بری، خیلی احساس بهتری داری و مسلما هم به تو و هم به اونایی که با تو هستن بیشتر بهشون خوش میگذره. پس اینم شد گزینه 3. شماره 4، موقع صحبت کردن 3 تا کار خیلی مهم رو بکنید. اول از همه این که زمانی که توی جمعی هستید یا هر جا میخواید صحبت کنید، با لحن خجالتی صحبت نکنید، با خجالت صحبت نکنید، با لحن بلند حرف بزنید، قشنگ محکم حرف بزنید. 2 این که سعی کنید ارتباط چشمی خوبی بگیرید، چون این خیلی مهمه. زمانی که شما ارتباط چشمی بگیرید، نشون میده که من آدم با اعتماد به نفسی هستم، آدمی هستم که برای شما احترام قائلم و آدمی هستم که ترسی ندارم که حالا من با تو ارتباط چشمی گرفتم چه اتفاقی میخواد بیفته. و گزینه 3 که باید حتما رعایت کنید این که سعی کنید تا جایی که میتونید اسامی طرف مقابل رو صدا کنید. مثلا اگر طرف اسمش محمد، اسمش حالا نمیدونم نازنین، هر چیزی که هست، سعی کنید تا جایی که میتونید اسم طرف رو به کار ببرید، چون همین باعث میشه که اون شخص به شما ناخودآگاه توجه کنه. این قضیه ناخودآگاه هست که ما هر وقت اسممون رو حتی تو خیابونم اگه دقت کرده باشید، حالا یکی با ما هم اسم هست اسمش رو صدا بزنه، ما هم برمیگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. و کارهای دیگه که میتونید بکنید که حتما لازمه، مثلا اینکه از دستاتون استفاده کنید موقعی که حرف میزنید، سعی کنید یه کاری کنید که به هر حال طرف مقابل توجه کنه، اونایی که تو اون جمع هستن توجه کنن. مطمئن باشید با این 3-4 تا کاری که گفتم حتما این اتفاق میفته. شماره 5، لازم نیست که همیشه عذرخواهی کنید. وقتی مقصر نیستید برای چی همیشه میخواهید عذرخواهی کنید؟ ببینید، بعضی وقتها معذرت خواهی، عذرخواهی کردن نشونه ادب هست. ببینید مثلا تو خیابون دارید شما میرید، حتی طرف مقابل حواسش نبوده به شما خورده، حالا شما یه عذرخواهی میکنی، این قضیه تمام میشه و میره. این حالا اتفاقی هست که در طول روز میفته. یا مثلا یه ماشین جلوی شما میپیچه، اصلا تقصیر ایشون هم بوده، حق شما هم بوده، مثلا شما حسن عذرخواهی میکنه. این چیزا اصلا چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه، باعث میشه آرامش بهتری داشته باشید. چرا؟ چون اون اشخاص رو دیگه شما هیچ وقت تو زندگیتون نمیبینید. آدمی که امروز تو جلو ماشین تو اومده بوق زده، دیگه رفته برای خودش. آدمی که امروز مثلا به تو خورده، یه ذره جابجا شدی، اونم دیگه رفته برای خودش. اما یه زمانهای پیش میاد یه سری آدم‌ها تو زندگی ما هستن، همیشگین، و میبینی بعضی وقتا کارهایی میکنن که اصلا تو رو ناراحت میکنه، حال تو بد میکنه، اما باز هم همیشه تو احساس میکنی مقصر تو بودی و تو عذرخواهی میکنی. همین عذرخواهی بیش از حد باعث میشه که دیگران از ما سوء استفاده کنن و از طرفی باعث میشه که ما خودخوری کنیم، اون حس خوبی که راجع به خودمون داریم و از دست بدیم. پس گزینه 5، یادمون باشه لازم نیست که هر وقت مقصر نیستیم الکی عذرخواهی کنیم، مخصوصا از آدمایی که بیشتر میبینشون و توی محیط ما هستن. اگر این کارو بکنیم، مطمئن باشید حس خیلی بهتری پیدا میکنیم و دیگران هم به ما احترام میذارن. شماره 6 و آخری که من همیشه بهش تاکید کردم، زبان بدن هست. و باز هم میخوام تاکید کنم که زبان بدن شما خیلی چیزا رو مشخص میکنه. زبان بدن فقط توی حضوری، توی ملاقات‌های حضوری نیست. بعضی وقتا اینکه شما تو فضای مجازی چطور برخورد میکنی، چطور کامنت میذاری، چه چیزهایی لایک میکنی، چه چیزهایی فالو میکنی، برای بقیه چه جور کامنت‌هایی میذاری، یا مثلا توی چت کردن با طرف‌های مقابلت، یا مثلا توی گروه‌های حالا فضای مجازی چطور حرفهایی میزنی، چه چیزهایی میفرستی، چطور برخوردی میکنی، بقیه با تو حرف میزنن تو چی میگی، اینا همه میشه زبان بدن. زبان بدن تو که تقویت کنی، اون اعتماد به نفس رو به زبان بدنت اضافه کنی. توی ملاقات‌های حضوری هم دیگه انقدر گفتم، مثلا صاف راه رفتن، نمیدونم محکم حرف زدن، نوع لباس پوشیدن خیلی مهمه، نوع لباس پوشیدن واقعا مهمه، نوع نشستن، نوع برخورد، نوع نگاهت، همه اینا میشه زبان بدن. زبان بدن کلاً یه مبحث خیلی طولانیه، اما همه اینا رو اگر بتونیم رو خودمون کار کنیم و بعضی وقتا از بیرون خودمون رو نگاه کنیم، مثلا ببینیم الان من این لباسو پوشیدم واقعا مثلا در شأن من هست، به من حس خوبی میده، منو بالاتر میبره، اگر همه اینا رو رعایت کنیم، مطمئن باشید که این زبان بدن براتون معجزه میکنه و اتفاقای خیلی خوبی براتون رقم میزنه. در آخر هم این که به عنوان نتیجه گیری از این فیلم میخوام بهتون بگم که اول از همه ختم کلام اینه که ما باید به خودمون احترام بذاریم. وقتی به خودمون احترام بذاریم، خودمون رو دوست داشته باشیم، دیگران هم به ما احترام میذارن. البته باز هم تعادل رو باید رعایت کنیم. الان این ویدیو رو دیدید، نمیخوام از فردا مثلا دیگه کلا هر جا دوستاتون گفتن نرید، یا مثلا هر جایی که مثلا بهتون حس خوبی میداد نرید. من بحثم اینه که هر وقت دیدی حالت خوبه، اولویتت هست، برو خیلی کارا رو بکن. هر وقت هم میبینی حس خوب نداری، نرو، و همین باعث میشه که دیگران هم به تو احترام بذارن. خلاصه که بحث مفصلی بود، امیدوارم که حتما از این ویدیو استفاده کنید. اگر شما هم نظری در مورد این ویدیو دارید، حتما برام بنویسید.
طبق معمول لایک و کامنتتون نره، مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم، خدا نگهدار.